درود بر وارثان پرچم سرنگ شیر ایران زنان و مردان آزادی خواه میهنم لحظه به خورمی با دو موضوع در خدمت شما هستیم کودتا در بیت رهبری مشتبه خامنه ای بدون اجازه پدرش کلاسهایش را تعطیل کرد اروپا به خود آمد بستن نمایندگی های جمهوری اسلامی در سراسر اروپا قبل از مشروع از شما همراهان عزیز می خواهیم که لطفاً همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. کودتا <تم> well <away>. <marine!"> در بیت رهبری مشتبا خامنه ای بدون اجازه پدرش کلاسهایش را تعطیل کرد. در اتفاقی نادر و بی سابقه مشتبا خامنه ای که امروز نزدیکترین گزینه برای جانشینی رهبری است در ویدیوی عجیب از تعطیل کردن کلاسهای درس خود خبر داد. نکته‌ای که در ویدیو بسیار مهم است اعلام این مسئله بود که تعطیلی کلاسها بدون اجازه علی خامنه ای صورت گرفته است همچنین برای اولین بار است که صدای مشتبا خامنه ای شنیده می شود. طرز صحبت کردن فرزند خامنه ای نشان می دهد تسلط او بر سخنرانی برخلاف پدرش بسیار کم و با بی تجربگی بالایی همراه است. سایت مهر با انتشار این ویدیو نوشت سید مشتبه خامنه ای صبح امروز در درس خارج فقه و اصول خود که به صورت مجازی برگزار شد اعلام کرد امروز اول مهر 1403 آخرین روز تدریس او خواهد بود و از این پس درس خارج فقه و اصول او تعطیل است در این جلسه گفته است تعطیلی درس تصمیم شخصی اوست و به مسائل سیاسی ارتباطی ندارد مسئله میان او و خداوند است همچنین او گفته است که پدرشان نیز در جریان این تصمیم نبوده است. بر اساس گزارش مهر نیوز، 700 نفر به صورت مجازی در کلاس فقه و اصول سید مشتبه خامنه ای شرکت می کردند و این کلاس سابقه 13 ساله داشت. که دارم این کلمات و خدمت شما دوستان عرض می پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارند. هم با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است، و یکی امری یکی از نزدیکان هستند من این مطلب رو در میان گذاشتم ممکن است که این مطلب همیشگی باشه اما ممکن است که موقت باشه فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب هلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه محکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید البته ده. اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستن که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه یه رو حتما از دست ندن <applause> و سلام علیکم و رحمت الله و برکات بر اساس شنیده ها این اعلام ناگهانی مشتبه خامنه میتواند ناشی از دو مسئله باشد اول اینکه بعد از انفجار پیجرها و دستگاه های ارتباطی الله در لبنان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقدامی شبانه پروتکل حفاظتی جدیدی برای مقامات بالای نظام طراحی کردند و تمام وسایل ارتباطی آنها را برای بررسی به آزمایشگاه امنیتی سپاه در خیابان سئول فرستادند در نتیجه این اقدام غیرمعمول فرزند خامنهای نیز مجبور شده برای دور ماندن از تجهیزات ارتباطی در زمان کلاس آنلاین تدریس خارج از درس را تعطیل کند احتمال دوم مطرح شدن یک کودتای درونی در بیت رهبری است مجتبا تصمیم گرفته با کمک تعدادی از سرداران سپاه کم کم قدرت را در دست بگیرد. خبری که دیشب در تعدادی از کانال های تلگرامی منتشر شد، تایید کننده این مطلب است. بر اساس خبری به نقل از سایت جماران، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری اعلام کرده علی خامنه‌ای تمایلی به ادامه رهبری ندارد و در جلسات شخصی بارها اعلام کرده به خاطر وضعیت جسمانی احتمالا تا چند ماه آینده استعفا دهد. این خبر چند دقیقه بعد از انتشار از خروجی این خبرگزاری حذف شد. مشتبه خامنه ای در ماه های اخیر تحت فشارهای بسیاری از سوی ای و نهادهای نزدیک به اوست. در سه سال اخیر حسین طایب که بزرگترین مهره و ابزار مشتبه خامنه ای بود از ریاست سازمان اطلاعات سپاه برکنار شد. روز گذشته نیز خبر مرگ رضا سراج دیگر مهره امنیتی او منتشر شد. از حلقه حبیب اکنون کمتر کسی در رأس کار است. ایرانیان از ساعتی پیش در فضای مجازی واکنش های متعددی به این ویدیو داشتند. کاربری گفته بالاخره صدای آغازاده رو شنیدیم. لحن و نحوه اعلام خبر بسیار مشکوک به نظر می رسد. شاید رژیم میخواهد چند چند روزی مردم را با این خبر مشغول نگه دارد تا توجه ها را از مصیبتی که اسرائیل سرشان آورده منحرف کند. اینکه بعد سالها برای اولین بار پیدایش شده که این خبر را بدهد به نظرم مشکوک است. کاربر دیگری گفته من اولین بار بود صدای مشتبا خامنه ای رو میشنیدم و مدل حرف زدنش رو دیدم ولی جدی جدی این مملکت معلوم نیست دست کیه و چند تا صاحب داره پسر رهبر واسه اطلاع یه موضوع نسبتا مهم دوربین گوشی میگیره جلوش و حرفش رو منتشر میکنه اروپا به خود آمد بستن نمایندگی های جمهوری اسلامی در سراسر اروپا در جلسه فوری مقامات ارشد اتحادیه اروپا در پاریس تصمیمات مهمی درباره تقابل این اتحادیه با جمهوری اسلامی گرفته شد. در این نشست چند پرونده در رابطه با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت که مهمترین آنها گسترش همکاری نظامی تسلیحاتی تهران با مسکوست. ارسال های بالستیک فتح 360 به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین در پایتخت های اروپایی تهدیدی جدی برای امنیت این قاره به حساب می‌آید. و واقعیت است که کشورهای اروپایی نمی توانند آن را نادیده بگیرند. تغییر لحن کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر و اعلام تحریم جدید حکایت از نگرانی غرب از سیاستهای جمهوری اسلامی نه تنها در منطقه بلکه از حضور در کنار روسیه در جنگ اوکراین دارد. گفته شده این اتحادیه قصد دارد در ماههای آینده بستن نمایندگی های جمهوری اسلامی که به مراکز ترویج تروریست و خشونت تبدیل شده را در 26 کشور بررسی و به اجرا بگذارد. همزمان نشریه ی آلمانی فوکوس در مقاله نوشت در حالی که مقامات اروپایی در ساده لوحی قوطه ورند جمهوری اسلامی روز به روز به یک تهدید امنیتی برای اروپا تبدیل می شود. این مقاله به قلم اولیور رولافس کارشناس ارشد امنیتی آلمانی در ادامه می گوید جمهوری اسلامی ایران به طور فعال تروریسم دولتی را اعمال می کند و چون این حکومتی نمی تواند در مبارزه با افرادگرایی شریک باشد. زیرا حکومتی که مشتک و پهباد به روسیه تحویل می دهد و در خاور میانه حزب الله و حماس را تقویت می کند، تزمین کننده صبات و امنیت نیست، بلکه برعکس بر همزننده آن است. فوکوس با اشاره به اینکه سپاه پاسداران از سال 2018 تا 2024 دست کم 11 عملیات در اروپا انجام داده که عمدتاً علیه منافع اسرائیل و یهودیان بوده است افسود این امر نشان می دهد که ایران همچنان اروپا را به عنوان یکی از میدانهای نبرد خود با اسرائیل و غرب می بیند. نویسنده که سالها جزو دستندرکاران ارشد کنفرانس امنیتی مونیخ بوده است تحریمهای های تادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و نهادهای آن را بی اثر دانسته و نوشته رژیم ایران تحت تاثیر این تهدیدات قرار نمیگیرد و همه این را میدانند رولوفس همچنین از اختلاف نظر میان اعضای اتحادیه ای اروپا در زمینه ی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اروپا انتقاد کرده است. در بخش دیگری از این مقاله آمده به یاد داشته باشیم که سپاه پاسداران از سوی آمریکا، کانادا و برخی کشورهای دیگر به عنوان سازمان تروریستی طبقه بندی شده و در اتحادیه اروپا نیز مدتی است که بحث در مورد تروریستی اعلام کردن آن در جریان است. حتی آلمان نیز خواهان قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا است اما به دلیل نگرانی های مربوط به توافق هسته با ایران همچنان بین اعضای اتحادیه ای اروپا اختلافاتی وجود دارد در تیرماه روزنامه دویچه سایتونگ خبر داد بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه ای اروپا درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه در فهرست گروهها و سازمانهای تروریستی در این اتحادیه آغاز شده است. اوایل خرداد رسانه های آلمانی گزارش داده بودند چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان میخواهند سپاه پاستاران را بر اساس حکم دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کنند. فوکوس در پایان با تاکید بر اینکه ساده‌لوحی دیگر جایز نیست نوشت سوال اینجاست که آیا اتحادیه اروپا آگاه است که چه آسیبی میتواند از لغو ویزای ارمنستان به این اتحادیه وارد شود؟ آیا نزدیک شدن برمنستان در این مقطع زمانی با توجه به تنشها با روسیه و ایران هوشمندانه است؟ در شرایط کنونی صادلوهی در برابر روسیه و ایران نه تنها نامناسب است بلکه به یک خطر امنیتی جدی تبدیل شده است. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم ما حمایت کنید. پاینده ایران.